چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. نعومی از روت خواست که خودشو بشوره، عطر بزنه و بهترین لباسو بپوشه. معنی روحانی این مراحل در مسیر ملاقات روت با بوعز چیه؟ آیا کار درستی بود که یک زن جوان مثل روت در شب به دیدار مردی مثل بوعز بره؟ مفهوم روحانی این ملاقات چیه؟ آیا شما میدونید و اطلاع دارید که چه چیزی مانع ازدواج بوعز با روت میشد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. در این برنامه ما تمام کتاب مقدس رو بررسی میکنیم، از پیدایش تا مکاشفه. در این مطالعات ما به کتاب روت رسیدیم که سومین کتاب تاریخی در عهد عتیق هستش و امروز بررسی فصل سوم رو از آیه 4 تا پایان فصل ادامه خواهیم داد. اجازه میخوام در همین ابتدا به مهمانان و خادمین عزیزمون در استودیو خوش آمد عرض بکنم. درود بر شما برادر اصطفی. درود بر شما. همچنین شما برادر مهدی و همچنین سلام بر شما عزیزان حاضر در استدیو، خیلی خوش اومدید. برادر اصطفی، در قسمت قبلی درباره یه توصیه یا درخواست نعومی از روت صحبت کردیم که برای رفتن نزد بوعز باید چی کار کنه. روت باید خودشو میشست، عطر میزد و بهترین لباسشو میپوشید. آیا نعومی چیز دیگه ای هم از روت خواست؟ بله، 4 مورد بود. بهش گفت به خرمنگاه بره. و این تصویر زیبایی برادر عیاد. در قسمت قبل یاد گرفتیم که عمل روت یک رفتار مؤدبانه بود، چون بوعز میخواست سرپرست اونا باشه. بنابراین وقتی روت با آراستگی پیش بوعز رفت، کار شایسته و مناسبی کرد، چون بوعز سرپرست دومش محسوب میشد. همچنین فهمیدیم که بوعز تصویری از مسیح و روت هم تصویری از کلیساست و خیلی پسندیده است که کار با طلبیدن مسیح آغاز بشه. خیلی خوبه که به دنبال مسیح باشم به عنوان منجی زندگی خودم. خرمنگاه که در اون کار خرمنکوبی انجام میشد، نمادی از بودن در حضور مسیحه، یعنی تمام زندگی گذشته من که دور از خدا بوده در واقع کاه محسوب میشه. بنابراین من نزد خدا میرم و میگم میخوام با تو شروعی تازه داشته باشم. خیلی ها در یک موقعیت خاص مثل تولد یا کریسمس میگن که میخوان فصل تازه‌ای رو شروع کنن، ولی پس از مدتی میفهمن اون فصل تازه هم مثل زندگی کهنه‌شونه. مسیح فصل تازه ایجاد نمیکنه، بلکه خلقتی تازه به وجود میاره. پس نخستین درس مهم اینه که وقتی من در خرمنگاه نزد مسیح میرم، با مسیح نجات دهنده آشنا میشم. ولی فقط اونو یه نجات دهنده نمیشناسم. یکی از کارهای خوبی که روت انجام داد این بود که نزد پاهای بوعز نشست. روانداز از روی پاهای بوعز کنار زد و زیر پای اون نشست. من هم به عنوان یک ایماندار باید پایین پای مسیح بشینم. یک شاگرد عالی رو در عهد جدید به یاد میاریم که همون مریم خواهر الیعازر اهل بیتانیا است. مریم خیلی دوست داشت نزد پای مسیح بشینه. در لوقا 10 میخونیم که مریم به سخنان عیسی گوش میداد. در یوحنا 11 میگه مریم وقتی برادرش رو از دست داد از سخنان عیسی تسلی گرفت. و در یوحنا 12 مریم مقابل پاهای عیسی سجده میکنه. هیچ چیز بهتر از نشستن نزد پاهای مسیح نیست. میفرماید آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. خداوند این جمله رو درباره مریم گفت. عیسی فرمود اما فقط یک چیز لازم است، یعنی اومدن و نشستن پیش پاهای مسیح و شاگردی کردن. این چیزیه که من برای خودم و همه بینندگان عزیزمون آرزو میکنم. با اجازتون آیات 6 تا 13 رو میخونم و بعد با پرسشی در خدمت شما خواهم بود دکتر مهدی. پس روت به خرمنگاه رفت و درست مطابق هر آنچه مادر شوهرش به او گفته بود رفتار کرد. وقتی بوعز از خوردن و نوشیدن دست کشید و کاملا سر حال آمد، رفت و روی پشته جو خوابید. روت به آهستگی به اون نزدیک شد، روی انداز را به کناری زد و نزد
پای بوعز دراز کشید. در نیمه های شب بوعز ناگهان از خواب بیدار شد و برگشته با تعجب دید که زنی نزد پای وی خوابیده است. بوعز پرسید: تو کیستی؟ روت جواب داد: ای آقا، بنده شما روت هستم. شما یکی از اقوام نزدیک من هستید و سرپرستی من به عهده شماست، پس خواهش میکنم با من ازدواج کنید. بوعز گفت: دخترم، خداوند تو را برکت دهد. با آنچه تو اکنون میکنی وفاداری خودت را به خانواده ما حتی بیشتر از آنچه نسبت به مادر شوهرت انجام داده ای ثابت میکنی. تو میتوانستی به دنبال یک مرد جوان ثروتمند یا فقیر باشی، ولی این کار را نکردی. حالا دیگر نگران نباش، هرچه بگویی برایت انجام خواهم داد. تمام مردم شهر میدانند که تو زن نجیبی هستی. درست است که من یکی از خیشاوندان نزدیک تو و مسئول حمایت از تو میباشم، اما شخصی نزدیکتر از من هم وجود دارد. بقیه شب را اینجا بمان، فردا صبح خواهیم فهمید که آیا او مایل است حمایت از تو را بر عهده بگیرد یا نه. اگر او حاضر شود این کار را انجام بدهد، آن را انجام می‌دهد. در غیر این صورت به خدای زنده سوگند یاد می‌کنم که سرپرستی تو را بر عهده خواهم گرفت. حالا بخواب و تا صبح همینجا بمان. روز به خرمنگاه رفت و نه تنها کاری که بهش گفته شده بود انجام داد، بلکه با بوعز هم صحبت کرد. لطفاً درباره گفتگوی روت با بوعز توضیح بفرمایید. بله، خدمتتون عرض کنم که قطعاً رفتار روت در کمال شایستگی و ادب مقدس بود زمانی که به توصیه نعومی به خرمنگاه رفت و علاوه بر این خرمنگاه یک محیط بازه و در اونجا بوعز تنها کسی نبود که روی پشت یه جو خابیده باشه. افراد زیاد دیگری هم در اون فضای باز حضور داشتن. درسته. و اگه اتفاقی هم اونجا می افتاد جلوی چشم همه بود. روت هم کار اشتباهی نکرد، نعومی هم همینطور، چون اگر اشتباه بود نعومی به روت نمی گفت که بره و روت هم نمی رفت. اگه اشتباه بود بوعز هم اونا رو توبیخ می کرد، ولی هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. روت به آهستگی رفت و دراز کشید. بوعز خورد و نوشید و دلش شاد شد و خوابید. نیمه شب یهو از خواب پرید و دید روت پایین پاهاش خوابیده و ازش سوالی پرسید: تو کی هستی؟ بله. نه اینکه روت رو نشناسه، اونو میشناخت چون هر روز اونجا بود، ولی خوبه که هر کس گذشته و اصلیتی که در دوران پیش از ملاقات فیض داشته به یاد داشته باشه. روت یک زن موآبی بود، از قوم خدا نبود، ولی فیض خدا اونو به سرزمین اسرائیل و خرمنگاه و مزرعه بوعز و پیش خود او آورده بود، کسی که میخواست باهاش ازدواج کنه. روت قدردان این برکات بود، ولی نکته خوبه دیگه اینه که با وجود بلوغ، دوستی و نسبتی که بین او و بوعز ایجاد شده بود، روت بهش نگفت من روت اهل موآب هستم. نه، روز اول گفت من یک بیگانه و از موآب هستم، ولی بله. روت تا آخر عمرش مدام تکرار نمیکنه که من موآبی هستم. این مثل آدم گناهکاری میمونه که یک سره میگه من گناهکار و خیلی بد هستم و فلان کار رو کردم، باز فردا میاد و میگه من فلان کار رو انجام دادم. دست این داستان دیگه تموم شد. جلو حرکت کن و ببین بله. فیض چی کار کرده. روی فیض تمرکز کن، نه روی گذشته و چیزهای منفی که قبلا انجام شدن. من روت کنیز تو هستم، سایه تو بر سر کنیزت باشه، چون تو رهاننده هستی. در حقیقت روت برای درخواست کمترین میزان حمایت و مراقبت از بوعز از کلماتی بسیار مؤدبانه و متین استفاده کرد. روت به عنوان یک بیگانه بدون خانواده، خانه، خوراک یا پوشاک و بدون کمک در اونجا اومده بود، ولی در بوعز همه این چیزها و حتی بیش از اینها رو هم به دست می آورد. روت چیز زیادی نمیخواست. در واقع خواسته هاش خیلی ساده و اندک بودن. روت میگفت به من لطفی بکن که مستحقش نیستم. اگه میشه سرپرستی منو قبول کن، چون بوعز آزاد بود که قبول کنه یا نکنه. و روت هم نمیتونست اونو مجبور به این کار بکنه، چون یک خویشاوند نزدیکترم وجود داشت. ولی روت با اطمینان رفت و کمترین رو درخواست کرد، ولی دریایی از فیض نصیبش شد. بسیار عالی. بینندگان عزیز، پس از استراحتی کوتاه با پرسش مهمانان برخواهیم داشت.
همراهان خوب برنامه به بخش دوم خوش اومدید. بریم و پرسش مهمانان رو بشنویم. بفرمایید. سوال من در ارتباط با نعومیه. بفرمایید. اول اینکه چرا نعومی به روت گفت که در شب به خرمنگاه بره؟ و همچنین چرا نعومی به همراه روت نرفت و روت رو تنها گذاشت؟ سوال خوبیه. چرا روت در شب رفت؟ چرا صبح نرفت و چرا نعومی همراهش نبود؟ به نظر اون شب زمان خرمنکوبی بود، یعنی بواز تمام روز رو در مزرعه سپری کرده بود، پس در شب باید برای خرمنکوبی میرفت. ولی چرا نعومی باهاش نرفت؟ چون یک تصویر نمادین زیبا رو به ما نشون میده. بواز تصویری از مسیح و روت هم تصویر شخصیه که نزد مسیح میره. اگر گناهکار باشه بهش اعتماد میکنه، اگرم ایماندار که لذت میبره. آیا ارتباط ما با خدا به میانجی نیاز داره؟ ما برای ارتباط با مسیح نیازی به میانجی و واسطه نداریم، زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. مردم فکر میکنن به یک واسطه نیاز دارن تا به خدا نزدیکتر بشن، ولی نه، ما در عهد فیض زندگی میکنیم. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. همه ما گناهکاریم، یکی خیلی گناهکار و اون یکی کمتر، ولی مسیح درو برای من باز کرد. میفرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی میفرماید کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. درسته. لطفاً حالا درباره واکنش بوعز نسبت به روت توضیح بفرمایید. خب برادر عیاد، در واقع بوعز خیلی از این رفتار نیک و فروتنانه خوشحال بود. واضحه که روت زن محترمی بوده و بوعز بهش گفت دخترم خداوند تو را برکت دهد. بوعز یک بار دیگه تاکید کرده که از روت بزرگتره و مثل دخترش با اون رفتار میکنه. دخترم خداوند تو را برکت دهد، با آنچه تو اکنون میکنی وفاداری خودت را به خانواده ما حتی بیش از آنچه نسبت به مادر شوهرت انجام داده ای ثابت میکنی. تو به دنبال انجام چیزی هستی که در شریعت خداوند و در تثنیه 25 گفته شده. تو یک زن فرومایه یا سطحی نیستی که بخواد به هر قیمتی ازدواج کنه. نه، تو زن محترمی هستی. برای همین به روت گفت تمام مردم شهر میدانند که تو زن نجیبی هستی. برادر محب، شاید جنبه دیگر پاسخ بوعز به روت ظاهراً ناامید کننده باشه، یعنی روت با این امید که بوعز بگه آمین منم باهات موافقم قدم جلو گذاشت. ولی همونطور که در آیه 12 میبینیم بوعز گفت درست است که من یکی از خویشاوندان نزدیک تو و مسئول حمایت از تو میباشم، اما شخصی نزدیکتر از من هم وجود دارد. انگار که امید روت در حال تبدیل شدن به یأس بود. بقیه شب را اینجا بمان، فردا صبح خواهیم فهمید که آیا او مایل است حمایت از تو را بر عهده بگیرد یا نه. اگر او حاضر شود این کار را انجام بدهد، آن را انجام می‌دهد. در غیر این صورت سرپرستی تو را به عهده خواهم گرفت. چه مشکلی مانع ازدواج بی واسطه بوعز با روت می‌شد؟ لطفاً در این باره توضیح بفرمایید. در واقع پیش از اینکه بوعز روت رو ناامید کنه و بگه خویشاوند نزدیکتری هم داره، حرف تشویق آمیزی میزنه. میگه حالا دیگر نگران نباش، هرچه بگویی برایت انجام خواهم داد. ما باید توجه داشته باشیم که این ثمره حرفی بود که روت قبلا به نعومی زد، هرچه بگویی انجام خواهم داد. حالا روت کسی رو پیدا کرده که بهش میگه حالا دیگر نگران نباش، هرچه بگویی برایت انجام خواهم داد. از این ما درس ساده‌ای میگیریم. هرگاه خداوند در ارتباطش با ما با همون صحبت کنه، حالا چه از طریق کتاب مقدس و چه در کلیسا، و من بگم چشم خداوندا حرف تو برام با ارزشه و طبق همون زندگی میکنم، بعدش وقتی در دعا چیزی از خدا میخوام، خدا هم به هم میگه باشه عزیزم، هرچه بخواهی برات انجام میدم. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. باید خدمتتون عرض کنم که بو از قضیه سرپرست نزدیک رو به خوبی درک کرده بود. برای همین خودش نمی تونست پیش قدم بشه. روت باید این کارو می کرد، چون اگر روت نمی خواست یک مسئله قانونی پیش می اومد و مخاطراتی در پی داشت. پس روت باید پیش قدم می شد. بعد بو از باید می دید چه کار باید بکنه. واضحه که بو از رفتن روت خوشحال بود و این مسئله در ذهنش بوده، ولی مشکل سرپرست اول هنوز باقی بود. سرپرست اول نزدیکتر از بوعز بود و حقی داشت که بوعز نمیتونست ندیده بگیره. اما شخصی نزدیکتر از من هم وجود داره. بقیه شب را اینجا بمان، فردا صبح خواهیم فهمید که آیا او مایل است حمایت از تو را بر عهده بگیرد یا نه. اگر او حاضر شود این کار را انجام دهد، آن را انجام میدهد، و الا به خدای زنده سوگند یاد میکنم که سرپرستی تو را بر عهده خواهم گرفت.
این امکان بود که راننده اولی سرپرستی روت رو به عهده بگیره، ولی همچنین ممکن بود که پا پس بکشه و بگه نمیتونه و نمیخواد سرپرستی روت رو به عهده بگیره. درسته، من از آیه 14 تا پایان فصل رو میخونم، سپس استراحتی میکنیم و با پرسش مهمانان باز خواهیم گشت. پس روت در آنجا در نزد پای بوعز خوابید، اما صبح زود قبل از آنکه هوا کاملا روشن شود و کسی او را بشناسد برخاست، چون بوعز نمیخواست کسی بفهمد که آن زن در آنجا بوده است. بوعز به او گفت شال خود را بر زمین پهن کن. روت چنان کرد و بوعز در حدود 20 کیلوگرم جو در آن ریخت و آن را بر روی دوشش گذاشت. پس روت با آن همه جو به شهر برگشت. وقتی به خانه رسید، مادر شوهرش از او پرسید خب دخترم، کار تو با بوعز به کجا کشید؟ روت هر آنچه را که بوعز برایش انجام داده بود به او گفت. او اضافه کرد بوعز گفت که من نباید دست خالی به نزد تو برگردم. او این مقدار جو را به من داد. نعومی به او گفت حال باید صبر کنی تا ببینیم نتیجه این کارها چه خواهد بود. بوعز امروز تا این مسئله را حل نکند آرام نمیگیرد. بینندگان عزیز، استراحتی میکنیم و با پرسش مهمانان برخواهیم گشت. دوباره و با پرسشی از مهمانان در خدمت شما خوبان هستیم. بفرمایید. لطفاً توضیحی بفرمایید که چرا بوعز نمیخواست کسی از اومدن روت به خرمنگاه با خبر بشه؟ چرا بوعز روت رو پنهانی روانه کرد تا کسی از اومدنش با خبر نشه؟ بوعز مراقب بود که کسی از این قضیه برداشت نادرستی نکنه. یعنی بوعز هم مراقب خودش و هم مراقب روت بود. پس تأکید کرد که وقتی روت داره میره دیده نشه. اگه کسی اونو میدید شاید در موردش فکر بدی میکرد. همه میدونستن بو از اونجاست. پس برای اینکه جلوی این افکار بد گرفته بشه، بو از مراقب بود که هیچ کسی متوجه نشه که روت به خرمنگاه اون اومده. البته باید این نکته رو اضافه کنیم که بوعز از چه کسی این درخواست رو کرد؟ بوعز اینو به کسانی گفت که در خرمنگاه همراه روت بودن. شاید منظور همون دراگران غلامان باشه. یعنی این اتفاق در معرض دید تمام حاضرین بوده. دقیقاً. پس در اون لحظه اتفاق اشتباهی نیفتاده، ولی بوعز میخواست بگه که کسانی در شهر و مزارع اطراف هستن و نباید در مورد روت فکر بدی بکنم. موضوع سرپرستی هنوز جریان، چون قضیه هنوز تموم نشده بود و موضوع رهاننده اول همچنان پابرجا. یعنی اول موضوعات قانونی وجود داشتن که باید حل و فصل می‌شدن، به ویژه موضوع سرپرست، و علت پنهان کردن یک مسئله غیر اخلاقی نبود. نکته زیبایی اینه بو از حدود 6 پیمانه جو به روت داد. درسته، واقعا این خیلی زیباست. نمیگه که معیار اندازه‌گیری چی بوده، 6 تا چی، ولی شخصی توضیح خوبی داد و گفته اگر 7 عدد کاملیه، عدد 6 نشون میده که ما در این سفر عمر همیشه دچار عیب هستیم تا اینکه به کمال برسیم. ما در فصل قبلی دیدیم که روت برای مادر شوهرش 12 کیلو جو برد. ما در اینجا در واقع تصویر زیبایی رو می‌بینیم. روت در فصل قبل در مزرعه بوعز بود، یعنی در فصل دو، که تصویری از جمع شدن ایمانداران به نام خداونده. و این اجتماعات خیلی خوبن. درسته. و باعث برکتن. شخصی از دروگران یعنی خادمین خداوند برکتی میگیره. دیگری از محصولی که خادمین از کلام خدا برداشت کردن برکت میگیره. یعنی 12 کیلو جو. ولی اینجا وقتی روت پیش پاهای بوعز میخوابه، خود بوعز نصیبش میشه. بله. همچنین از خود بوعز 6 پیمانه جو میگیره. ما تشویقتون میکنیم که در جلسات کلیسایی شرکت کنین و این تفاوت کسی که به کلیسا میره و کلیسا رفتنش، بله، جایگزین مصاحبت شخصی با خدا و نشستن نزد پای خدا میشه. کاری که روت کرد، خدا نصیب من بشه و من برکتمو از دستای خود خدا بگیرم. پس ما ارتباط مستقیم با خداوند داریم و اون از طریق عیسی مسیح هستش. منظور از این آیه چیه؟ بوعز گفت که من نباید دست خالی به نزد تو برگردم. مسئولیت ایماندارانی که در کلیسا شرکت میکنن نسبت به کسانی که در خونه هستن چیه؟ شخصی که به کلیسا میره باید چیزای نیکو بیاره، موعظه رو تکرار کنه تا گوشا از شنیدن کلام خدا لذت ببرن. خوراک همینه. این همون چیزیه که ما رو تغذیه و تازه میکنه. کسانی هستن که نمیتونن در کلیسا شرکت کنن، ما میتونیم بهشون بگیم، مخصوصا اگه در خانواده خودمون باشن. درسته. برادر محب، نمیشه این فصل رو مطالعه کرد و آیه 18 رو نادیده گرفت. میفرماید نعومی به او گفت حال باید صبر کنی تا ببینم نتیجه این کارها چه خواهد بود،
بوعز امروز تا این مسئله را حل نکند آرام نمیگیرد. درباره این آیه زیبا برامون بگین. خیلی خوبه که ما مشکلات، نیازها و درخواست هامونو نزد تخت فیض بذاریم. منظورتون از تخت فیض چیه؟ منظورم زمانیه که ما در دعا به درگاه خداوند میریم و میگیم پس بیایید تا با دلیلی به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابی. یعنی وقتی به خدا نزدیک میشیم؟ دقیقاً. وقتی دعا میکنیم همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. من باید به خداوند نیازهامو بگم و بذارم عمل کنه. در اینجا میبینیم که روت مشکل رو با بوعز در میون میذاره و مشکلات رو به بوعز میسپاره و قطعاً بوعز هم این موضوع رو به خوبی حل و فصل میکنه. یعنی اینجا باید آروم باشم و بوعز تا زمانی که مشکل رو حل نکنه آروم نمیگیره. ای جان من منتظر خداوند باش. امید ما بر خداوند است و او پشت و پناه ما می باشد. او سبب شادی ماست و ما به نام مقدس او توکل داریم. خداوند ما به تو امیدواریم. محبت بی پایان تو بر ما باد. ای خداوند خدای متعال، مگذار به خاطر من آنانی که بر تو توکل نموده اند شرمنده شوند. به محض این که من مشکلاتو مطرح می کنم، نیازمو به خداوند میگم، باید اونا رو به خداوند واگذار کنم، مثل حنا که مشکلش رو به خداوند گفت و بعدش بیرون رفت و غذا خورد و چهرهش دیگه غمگین نبود. حنا کاملا مطمئن بود که خدا در زمان مناسب با شتاب میاد. برای خداوند منتظر باشیم و صبر کن. به پایان این قسمت رسیدیم. سپاس از شما. خداوند ما رو با مطالعه جالب شاد کرد. گفتگومون رو در قسمت بعد ادامه خواهیم داد و به امید خدا کتاب روتو به پایان میرسه. ممنون از شما. قدردان شما مهمانان گرامی هم هستیم و در قسمت بعدی مطالعه رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، روت که در مزرعه بوعز کار میکرد به خرمنگاه او رفت و با بوعز ملاقات کرد. در خرمنگاه بوعز روت رو مورد تشویق قرار داد. همچنین به درخواست روت پاسخ داد و دلشو آروم کرد. در اونجا بوعز به روت اطمینان داد که به موضوع رسیدگی خواهد کرد. برای همین به روت گفته شد که آروم باشه، چون بوعز تا مشکل رو حل نکنه دست از تلاش بر نخواهد داشت. موضوع مهمی که ما حتما باید بهش فکر کنیم. عرض من به شما عزیزان اینه که امور الهی همیشه کامل هستن. اگر به خداوند نزدیک بشین و بخواین کنارش بمونین، اون شما رو از جلال تا جلال، از پیروزی تا پیروزی، از ایمان تا ایمان و به شناختی عمیق‌تر رهبری می‌کنه. پس به خدا بچسبیم، همونطوری که روت نزد بوعز رفت و بهش گفت ای آقا، سرپرستی من به عهده شماست. انگار داشت میگفت منو بپوشون، بهت نیاز دارم و تو رو میخوام. چرا ما پیش خدا نریم و بگیم هیچکی جز تو نمیتونه به من شادی یا امنیت بده؟ هیچکی جز تو نمیتونه منو بپوشونه. میخوام نزد تو باشم. من نمیخوام فقط بیام کلیسا و برم و بعدش تو رو ترک کنم. به نظر من روت داشت به بوعز میگفت که این فقط کافی نیست که به مزرعه بیام و تو رو ببینم، بعدش به خونه برگردم. من میخوام همیشه کنار تو باشم. من میخوام پیشت بمونم. یعنی من نمیخوام به کلیسا بیام، درباره خداوند موعظه بشنوم، بعدش برم خونه و همه رو فراموش کنم. من میخوام با خداوند ادامه بدم. میخوام وارد رابطه عمیقی با خداوند بشم. من میخوام همه شما چنین احساسی داشته باشید، تا رابطه شما با خداوند تنها به جلسه کلیسایی و شنیدن موعظه درباره خداوند محدود نباشه. آیا تلاش کردین که با خداوند رابطه داشته باشین؟ آیا با خدا صحبت کردین و احساس کردین که اون به شما نزدیکه و شما هم به خداوند نزدیکین؟ مثل کسی که میگه خداوند کنارم ایستاده و به هم قوت میده. آیا احساس کردین که خدا شب و روز و در تمام سختی‌ها همراه شماست؟ آیا احساس کردید که خدا شب و روز دوست شماست و در تمام عمر کنارتون ایستاده؟ چرا کسی که یک ساعت در جلسه براش وقت می‌ذارید، لذت می‌برید و پس از پایان کلیسا رابطه‌تون باهاش تموم میشه؟ چرا مثل کسی که به خرمنگاه میره و بعد به خونه برمیگرده از شنیدن موعظه درباره خداوند لذت می‌برین؟ از نظر روحانی بلند پرواز باشید تا بتونید شب و روز با خداوند مشارکت کنید. درباره خنوخ گفته شده که رابطه نزدیکی با خدا داشت و زندگی کرد و چون عادت داشت با خدا باشه، رفت تا در آسمان پیش خدا باشه. من و شما هم دعوت هستیم تا به رابطه عمیق‌تری با خدا وارد بشیم. خداوند ما اینو میخواد.
خداوند ما نمیخواد که فقط روزی چند ساعت و چند بار بریم پیشش و بعدش بریم پی کارمون و همه چی تموم بشه، بلکه میخواد تا نزد اون بریم و رابطه عمیقی باهاش داشته باشیم و باهاش حرف بزنیم و اونم با ما حرف بزنه. خدا میخواد باهاش مشورت کنیم و اونم به ما پاسخ بده و احساس کنیم که به هم نزدیکیم. این رابطه ایه که هیچ چیز به جز کتاب مقدس و مسیحیت نمیتونه ارائه کنه. عزیزان، اگه خواهان چنین رابطه ای با خدا هستید، از خدا بخواین که به قلب شما بیاد و یک عمق عالی از رابطه با خدا رو کشف کنید. تا دیدار دوباره در قسمتی جدید، خدا با شما. شغل يمينك تعمل معجزات، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، شغل يمينك تعمل معجزات، أنت عارف ظروفي قبل انا مشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها، انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات، الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك، انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. آیا شما میدونید چرا بوعز به دروازه شهر رفت تا در اونجا به حق سرپرستی روت رسیدگی کنه؟ یا اطلاع دارید که سرپرست نزدیکتر به روت چه کسی بود که دوست عزیز خونده میشه؟ بوعز در موضوع سرپرستی به چه کسی اشاره کرد؟ شرایط یک بازخرید کننده چیه و این شرایط چطور فقط در شخص مسیح تحقق پیدا کرده؟ خداوند چطور به نعومی و رود پاداش داد و گذشته اونا رو براشون جبران کرد؟ چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت، همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من چراغ راههای من، کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من، چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.